پناهندگان روهینگیایی که در دهلی نو زندگی می کنند هر روز با چالش های جدیدی روبرو می شوند. اردوگاه امدادی در زمینی به وسعت کمتر از 100 متر مربع در بخش شرقی دهلی پایتخت هند قرار دارد. پناهندگان در ترس مداوم از اخراج و هم تهدید از آتش و آب زندگی می کنند. تا قبل از ورود به داخل این اردوگاه روهینگیاها در محله کنج کلیندی دهلی پوستر بزرگی اعلام می‌کند که پناهندگان به این محل تعلق ندارند. این زمین متعلق به ایالت اتار پرادش است. پناهندگان پس از آنکه در آوریل یک آتش بزرگ اردوگاه اصلی آنها را نابود کرد به اینجا آمدند. چیزی جز جانمان برای ما نمونده. همه چیزهایی که من تو 6 سال گذشته جمع کردم، حتی لباسام سوخت. آن موقع پناهندگان روهینگیا در چادرهای برزنتی در یک قطعه زمین متعلق به یک بنیاد اسلامی غیر انتفاعی زندگی کردند. پس از آتش، بنیاد شروع به ساختن خانه از اسبستوس و حلبی برای پناهندگان کرد، ولی چون بخشی از زمین متعلق به دولت اتار پرادش است، ساخت خانه ها معوق ماند. دادگستری بخش از ما خواست تا تکمیل علامت گذاری زمین این افراد در اینجا بمانند. ما اجازه دادیم پناهندگان اینجا بمانند که از لحاظ کار ساختمانی آسان نیست. برای پناهندگان هم سخته. این بنیاد روزانه 146 دلار می پردازد تا چادرها را در اینجا نگاه دارد که یک بار مالی برای بنیاد و خطری برای پناهندگان است که در معرض سیمهای لخت و ورقهای پلاستیک قرار دارند. به رغم این خطرات، پناهندگان میگویند از بارش بارانهای موسمی بیشتر نگرانند. وقتی بارون میاد، آب از همه طرف تو چادر سرازیر میشه، همه چیز خیس میشه. برای حدود 250 پناهنده روهینگیایی که در انتظار سرپناه و امنیت در اردوگاه مورد اختلاف به سر میبرند، آسیب همچنان همدم ثابت و روزمره آنهاست.